شب است و همه جا تاریک است، نه نوری است و نه امیدی. شاید برای بسیاری از ما این عبارت آشنایی باشه. همه ما به نوعی دورانی را در زندگی تجربه کردیم که تاریک ترین لحظات زندگی ما رو رقم زده. در اون روزها ما هیچ تصویری از آینده نداریم و اصلا نمیدونیم که این روزهای تاریک آیا به سر خواهند رسید یا نه. به نظر همه چیز ناامید کننده است و ما هیچ وقت به اهدافمون نخواهیم رسید. در واقع خودمون رو در یک بن‌بست میبینیم. هیچ راهی به سوی پیش نداریم و نه هیچ دری که بتونیم از اون بن‌بست عبور کنیم. در واقع خدا به ما ایمانداران به مسیح وعده زندگی بدون لحظات تاریک رو نداده. برای بعضی از ما این لحظات تاریک چند ساعت به طول می‌انجامه. برای بعضیا چند روز و برای بعضیا چند ماه و برای بعضیا هم سالیان سال طول می‌کشه. در این روزها ما چراهای زیادی در سر داریم و مسلماً وقتی دوران تاریک زندگی خود را به سر می‌بریم نمی‌تونیم جواب این چراها رو پیدا کنیم. اما وقتی دوران تاریک زندگی ما به سر برسه و به گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که این گذرگاه‌های تاریک چگونه به رشد و بلوغ شخصی ما کمک کرده. چگونه در این لحظات سخت به خدا نزدیک‌تر شدیم و چه تغییرات بزرگی در نگرش ما نسبت به زندگی و خدا ایجاد شده. هیچ وقت فراموش نکنیم که روزهای تاریک زندگی یوسف 13 سال به طول انجامید. در واقع اون 13 سال رو در بردگی و اسارت زندگی کرد، اما هیچ وقت اعتمادش به خداوند رو از دست نداد. و خداوند همچون اعتماد و وفاداری او رو دید، او رو از فرش تا به عرش بالا برد. اون رو از قعر سیاه چال تا به شخصیت دوم سرزمین مصر بالا برد. یک ضرب المثل فارسی است که میگه در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. بله دوستان، اگر همکنون در شب و تاریکی به سر میبرید، اگر میبینید که همه جا تاریک و هیچ روزنه امیدی نیست، به خداوند توکل کنید و بدانید که شب گذراست و لحظاتی فرا خواهند رسید که از روشنایی روز لذت خواهید برد. کلام خدا در مزمور 30 آیه 5 چنین میگه: شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد، ولی صبحگاهان شادمانی رخ می نماید. پس اگر خود را در تاریکی شب می بینید، به خداوند اعتماد کنید، چرا که بالاخره صبح هم فرا خواهد رسید و شادی وارد زندگی شما خواهد شد.